خب دوستان، امشب مثل سایر شبها گشتی میزنیم توی اتاقهای مختلف کلاب هاوس. اولین اتاقی که انتخاب کردیم عنوانش از راست دروغ و وعده های نامزدهای 1400، البته نوشته قرن 15، ولی قرن 15 در واقع سال دیگه شروع میشه، نه امسال. به هر حال اینها بحثایی رو میکنن که به نظر میرسه که باید درون نظام باشن. به هر حال اتهامی نمیزنیم، میریم ببینیم که از سخن هست. بود و نبوده ها. شما اگه شد یه کشوری در حد بورکینافاسو که نیستی دیگه، اساسا چه کشوریه؟ حالا بگو اسمش هم باشه. ما بقا، در واقع ما موضوع بقای ایران در مطرحه و اینا همه ما کاراش انجام دادیم، مطالعاتش انجام دادیم و در واقع آماده است. اما اتفاقا من با مجموعه دوستان در واقع اومدم صحبت کردم، گفتم که ما این بار نباید بذاریم در واقع بیان با مسائل، در واقع مسائل سطحی، کلیگویی، تمام صحبت ها از جنس هدف، هیچ کس از چرایی، چگونگی، به چه ترتیب، با چه منابعی، چه دستاوردی صحبت نمی کنه. آقا میگه آقا من با بسیاری از سران کشورهای دنیا ملاقات کردم، بگیم پنج تا شبه گونه میتونه بگه. یکی از سوالاتی که اینا اوکی میخواییم نمیدونم کجا درس کندن. اینی که میگه من دکترم، بگه آقا اصلا دیپلم کنکور داده یا نداده، از اینجا باید شروع کنیم. اتفاقا اینجا جاییه که به نظر من میتواند فیلتر اساسی رو کنه اینایی که در واقع واقعا سطحشون نیست و اومدن. طرف من نمیره راسته یه جای گواهی نامه گرفته میگه من صاحب سبک مدیریتم. بابا یه کسی که در دنیا پی‌اچ‌دی مدیریت داشته باشه، 30-40 سال کار کرده باشه، 1000 تا مقاله داشته باشه، 10 تا شرکت بزرگ جهانی اداره کرده باشه، نمیگه من صاحب سبک مدیریتم. خب اینه باید فک و مکش رو بیاری پایین. ببخشید من لوری گفتم. بنابراین من خواهش میکنم که ما در واقع جامعه نخبگان تحول خواه ایران به کمک ظرفیت های رسانه‌ای که شما هستید باید این انتخابات رو بکنیم جهنم آدمای نادرست، و اتفاقا کسایی در بیان بیرون و سوالات اساسی میتونیم طرح کنیم و کاری بکنیم که اساسا خودشون انصراف بدن. یعنی در این کلاب هاست، یعنی هر کسی اینجا باید بشه قتلگاه آدمای نادرست که دارن شعار میدن، تا اتوش در واقع امکان در واقع انتخاب آدم برتر رو به وجود بیاریم. به هر ترتیب ما مواجهیم با یک سیستمی که درجه آزادی انتخاب یک عده کمه. ببینید گزارشات متعددی وجود داره که ساختار دولت و نهاد قوه قضاییه و همچنین مجلس در واقع از نخبگان خالی شده. چرا خالی شده؟ یه دیگه خودخواسته اومدن، یه ده سیستم انقدر، یه انقدر فساد وجود داره که در واقع بعضی اصلا نمیخوان در واقع حضور داشته باشن. همین عرض 4200 که درست شده، من تجربیات خودم رو در زمان مرحوم هاشمی که جلو راندخاری این تیپ مساله گرفتیم رو به مسئولی گفتم، هیچ که گوش نداد. همین مسائل متعددی که الان گریبان مردم رو گرفته، همه مسئولین گفتم، اسناد دارم که گفتم بشون، گفتم راه حل اینه. کشور رو پر کردن روی میزش از مسئله و اساسا روی هیچ که راه حل نداره. از رفتن زنا به استادیوم گرفته تا حالا، یعنی 40 ساله همه مسائل ما حل نشده روی میز مونده. بنابراین ما در واقع، من پیشنهاد میدم حضرت عالی و دوستان، ما هم حاضریم هر گونه همکاری در واقع بکنید برای اینکه اینجا بشه جایی که کاندید ریاست جمهوری جرأت نکنه اگه بخواد حرفای بی اساس بزنه بیاد اینجا، و کمک کنیم تا در واقع یک فیلتر متکی بر دیدگاه نخبگان، طرح سوالات دقیق و عمیق، پاسخگیری دقیق در واقع تخصصی از اینها بخواییم، مطمئن باشید که در واقع امکان پذیره. و ما در این مقطع باید کمک کنیم به ایران و ایرانی.
حال ایران و ایران با ایرانی و ایران بده و ما مسئولیت در واقع داریم. هر کس به هر دلیلی نترسیم از خط قرمزها. دوستان میگید ریاست جمهوری در واقع اختیار نداره. آقا احمدی نژاد هم اختیار نداشت. آقا چی میخواست بکنه که نمیکرد؟ چه نوع تصمیماتی برای بودجه میخواست بگیره که نمیگرفت؟ کدام نهاد نظارتی بود که میخواست به این ببره کسی جلوشه در واقع گرفت؟ اما تشدون به نظر من مشکل در واقع افراد هست. این که شما بیایی بگی آقا نمیذارم کار کنیم، من اعتقاد ندارم. من خودم در مسئولیت استاندار بودم. آقای جورج نژاد اینترنتتون قطع و وصل میشه. من اگر صدای منو میشنوید، بنابراین جمع‌بندی من اینه که شما بیایید در واقع این کلاب رو تبدیل کنید به سیستمی که میخواد کمک کنه به ارتقاء کارآمدی و اثر بخشی انتخابات ریاست جمهوری در 1400 به دلایلی که عرض کردم. واقعا فرصت اشتباه نداریم. انتخاب اشتباه ما رو در واقع تبدیل میکنه به کشور درجه نهم، در حالی که مسائل از نظر من روشنه، راه حل وجود داره. مشکلات کشور زیاده اما راه حل وجود داره. کشور رو میشه روی رید درست قرار داد و به امید خدا کشور رو متحول کرد. من به این معتقدم و همواره حالا دوستانی که تو این به اصطلاح روم میشناسن میدونن من آدم اولگرایی هستم، آدمی هستم که در واقع حرف بی اساس و تئوری نمیزنم. سپاسگزارم، خیلی هم عالی. چقدر شب خوبی شد آقای تاج گردون که همراه شدن و موافقت کردن، جناب علی هم که هستید. ببینیم تا آخر روم ما چند نفر دیگه از دوستان و بزرگواران هم میتونیم همراه کنیم و تبدیل کنیم به یک، همونجوری که آقا مشتبه گفتن، یک پرسش نامه ملی درست کنیم. حالا اسمشو میتونیم همینو بذاریم یا هرچی دیگه. خیلی ممنونم آقای ترک‌نژاد. آقای شما که آقای محبی شما آمادگی صحبت دارید؟ سلام علیکم، صدامو دارین آقای اشرادی؟ بله بله بفهم. من مشخصا یک سوال از خودتون میخواستم بپرسم و اون چیز هستش که بالاخره ما نمیتونیم خودمون رو به تقابل بزنیم. تو خیلی از کشورهای توسعه یافته چیزی به اسم سازمان برنامه بودجه وجود نداره. حزبی که شکست میخوره اتفاقا کار بیشتری رو انجام میده. 4 تا 8 سال میلیاردها دلار، پوند، ریال با پژوهشکده های خیلی خیلی زیاد وقت میذارن توی ریز مسائل اون کشور ورود میکنن تا یه برنامه بتونن از دل این داستان در بیارن. این اتاقا از این جهت اهمیت داره که اینا مدیران درجه دو جمهوری اسلامی هم و در رابطه با انتخابات صحبت میکنن. ما باید بدونیم اونها چگونه فکر میکنن در عمل. اگر مشکل ما حل انتگرال هست، بیایم این رو از این کلاس اولی بپرسیم که این چجوریه. ما توی مناظره های ریاست جمهوری یکی میومد گفتش که من 2000 تا برنامه دارم، اون یکی میگفتش که این 2000 برنامه را شما تا 5 روز هم نداشتید. این 2000 صفحه هیچ وقت اصلا ارائه نشد. وقتی که چیزی وجود نداره این پرسشگری چطور میتونه اتفاق بیفته؟ متشکرم. مرسی آقای معرفی. اینو من جوابشو میدم، یکی دو تا دوستان دیگه هم صحبت بکنم، من جواب شما رو حتما میدم. آقای رضا شریفی شما تشریف دارید؟ آقا سلام علیکم، صدای من هست؟ بله بفرمایید. ارادت داریم، خیلی متشکرم از این فرصت. خدمتتون عرض شود که ببینید انتخابات عرصه وعده هاست و به هر حال کاندیداها میان خودشون عرضه میکنن، وعده هاشون رو میدن، صحبت میکنن و به هر حال مردم هم انتخاب میکنن. ما باید تلاش بکنیم که وعده ها همونطور که اشاره هم شد وعده های کاملا ملموس باشه، کاملا شدنی باشه، کاملا کمی باشه، کاملا قابل سنجش باشه. وعده های به هر حال کیلویی همینجوری رو هوا و غیر مستند طبیعتا نتیجه هم نخواهد داشت. اما من میخوام یه مرحله برم قبل از وعده. شما بسیاری از انتخاباتی که داشتیم در دوره‌های قبل اساساً وعده محور نبودیم.
و بیشتر وعید محور بودیم. ما یه وعده داریم، یه وعید داریم. وعده به معنی به هر حال یک چشم‌اندازی که ما رسم می‌کنیم برای آدم‌ها که اگر یه کاری انجام بدن ما اون وعده رو در واقع برایشون تامین می‌کنیم. اما وعید در واقع برعکسه، ما آدم‌ها رو می‌ترسونیم از سرنوشتی که ممکنه گرفتارشون بشه. واقعیتش اینه که بسیاری از انتخابات ما داشتیم اساساً وعید محوره. این طرف میاد تو انتخابات میگه اگر به من رأی ندید بیچاره میشه، اگر مثلا به من رأی ندید وعده و وعید همیشه به دنبال هم میومد، بیچارتون میکنه، آزادیاتون رو میبره، یا از اون برم میگن یکی میاد نمیدونم شما رو دینتون ازتون میگیره. در حال اینها به نظرم میرسه که خیلی از مواقع ما وعیدها بر وعده ها غلبه کرد و یک در واقع پلن جدی برای این وعیدها باید داشته باشیم، برای هیولاسازی باید داشته باشیم، برای این رقیب حراسی باید داشته باشیم. چون شما هر جور وعده هم که بدید بالاخره بعد از یه سال دو سال مخاطبین شما میسنجن که آیا این وعده رو شما انجام دادید یا ندید. ولی در مورد وعید اینجوری نیست. شما فقط در همین که طرف مقابل شما یا رقیب انتخاب نشه عملا پیروز شدید. کسی از شما نمیپرسه که این وعیدی که دادید اصلا معنی چی بود، به چه دردی میخورد، اصلا کجا قرار بود ملک بریم. و همون بلافاصله بعد از اعلام نتیجه در حقیقت انتخابات پروندهش بسته میشه. به نظرم یکی از مهمترین و جدیترین مشکلاتی که ما داریم همین وعید محور بودن برنامه هاست. اگه بتونیم حرکت رو بکنیم، همین الان 1400 بالاخره انتخابات داره برگزار میشه. ببین چند درصد آدم ها دارن میگن اگر به این آدم رأی ندید، اگه نیاد اصلا رأی بدید بلایی سرتون میاد، بیچاره میشید، نمیدونم فلانی میاد مستقر میشه. یه در واقع دورنمای بسیار بسیار تاریکی رو ترسیم میکنن که شما اگر نرید به ما رأی بدید مثلا بدبخت میشه. به نظر من اینها بیشتر از وعده های حتی به هر حال نشدنی، حتی وعده های به هر شکل غیر قابل تحقق، آسیب رسونده به مکانیزم انتخابات در ایران. بنابراین من پیشنهاد میخوام بکنم که به این بخش ماجرا هم حتما بپردازیم. بسیاری از کاندیداها هنرشون فقط ترساندن مردم از رقیبشون، هیچ هنر ذاتی خودشون ندارن. ایشون بگید شما قرار چی کار بکنی، چشم انداز چی، اصلا وعده بده نداره، یه وعده بده بالاخره میگفتن تو کی چی کاری دیگه. نه من اگر به من رأی ندی اون یکی میاد که بس. خب از این وعده وعیدای انتخاباتی بگذاریم، بریم یه اتاق دیگه ای که برنامه های نظام برای گرم کردن و نمایش مشروعیت در انتخابات 1400. اینا مربوط به جمهوری سکولار دموکرات هست. حالا گوش میکنیم ببینیم چی دارن میگن. مسیری رو که رفتیم، راهی رو که رفتیم نباید دوباره بریم و باید این در واقع تاکتیکی که مبتنی بر صندوق رای به عنوان ابزار دموکراسی بوده رو کنار بذاریم و یک مسیر دیگه ای رو انتخاب بکنیم. پس من فعلا تمام میشنوم. سپاسگزارم، استفاده کردیم. بسیار خوبی بود. آقای افشاری بفرمایید. بله، من یه چند نکته می‌خواستم بگم. خیلی صحبت‌های خوبی رو دوستان کردن. من شخصا من استفاده کردم که این موضوع رو از این زاویه‌ام ببینم که نظام که دوستان به درستی به علاوه بخشی از بحران رو گفت، ولی البته جمهوری اسلامی خب نظامی بوده که همیشه با سطحی از بحران کنترل شده حرکت کرده. یعنی نظامی هست که هم بحران سازه هم زیسته در بحرانه، هیچ وقت به سمت عادی شدن نمیره و همین بحران بهش کمک کرده که همیشه بگه که الان شرایط حساسه و اجازه نده امور در اون شرایط معقول خودش شکل بگیره. مردم مطالباتشون همیشه وضعیت اضطراری و در این وضعیت اضطراری اقدامات ویژه انجام بده. اما به نظر میرسه که ما مدتی هست وارد یک ابر بحران بزرگ شدیم توی ایران. این ابر بحران بزرگ اون قسمت مغز نظام رو هم به نوعی مختلش کرده و ما مدتی هست که میبینیم که ظاهرا آقای خامنه‌ای تا پیش از این در جمع کردن اهداف متعارضش، یعنی اهداف دراز مدتش و اهداف تاکتیکیش که اینا با هم تعارض داشته، ولی میتونسته اینها رو با هم دیگه به نوعی مدیریت بکنه، سامان بده بیاد جلو، الان دچار مشکل شده و یک نوع بی‌تصمیمی رنج میبره. نمونه یه آشکارش این مثلا لوایح چهارگانه افکیه و گروه اقدام ویژه مالی که الان این همه مدت نظام تصمیم نمیگیره، یا رد بکنه یا بپذیره، هی منتظر زمان.
الان برای این انتخابات هم آقای خامنه‌ای در مواجهه با یک سری مسائل متعارض قرار گرفته. از یک طرف نظام در ادامه روند تکاملی به سمت این بحث تر شدن داره، به سمت تقویت جناح بازها میره، میدونه که در این شرایطی که شکاف گسترده شده، نارضایتی یا انبوه هست، اونها اگر بخوان کوچکتری نرمشی بکنن، این نرمشی نیست در یک سطح محدودی باقی بمونه. اولین گامی که بردارن تضمینی نیست که به آخرین گام منتهی نشه، و برای کسانی که میخوان همین ساخت مطلقه قدرت، این انحصار طلبی، اختیارگرایی رو به هر قیمتی حفظ بکنن، اینو نمیپذیرن. بنابراین باید بسته‌تر بشه. و از طرف دیگه خب اون سند گام دوم انقلاب هست. نیروهایی که در دوران آقای خامنه‌ای به لحاظ سنی، به لحاظ سیاسی رشد کردن، اینها دیگه باید امور رو کاملا بگیرن. اون جریانی که پیش از آقای خامنه‌ای بودن یه کاملا از عرصه سیاسی برن کنار، در جاهای حساس نباشن، که اون اگر قرار هست که جانشینی هم صورت بگیره، دیگه فقط این نیروها هستن. خب این تعارض پیدا میکنه با نیاز کوتاه مدتش برای یک نمایش مشروعیت. و باز از طرف دیگه یکی از دوستانم اشاره کردن که به هر حال فضای جامعه ملتهب هست و در این فضا برگزاری یک انتخابات رقابتی میتونه ریسک های محاسبه نشده یا برای نظام داشته باشه. و مجموعه این مسائل متناقض هست که نظام گیر کرده. چون هنوز که امروز که مثلا 4 اردیبهشت آقای ابراهیم رئیسی و آخره نمیگن آقا یا میاد یا نمیاد. این بلا تکلیفی به نظر من برمیگرده به بلا تکلیفی خود آقای خامنه‌ای که هنوز تصمیمش رو نگرفته. بنابراین یک عامله. دومین عاملی که باز در این دوره شاید بخشی هم در سهل بودن انتخابات اثر گذاشته، که باز به همین سناریو نظام باید بهش فکر کرد، خود کرونا. ببینید کرونا جدا از اون وضعیت سیاهی که ایجاد کرده، منم کاملا با دوستان موافقم، خودم هم چندین مطلب نوشتم که همون ذهنیتی که پشت سر این بود که جنگ نعمت است، کرونا رو هم نعمت میدونه. اما این کرونا باعث شد اصلا وضع انتخابات عوض بشه. خب شما ببینید مثلا قبلا کاندیداها را میافتادن سفرهای استانی میکردن، یه تحرکات میدانی میکردن، کرونا اینو از اینا گرفته. و ما باز انتخاباتی رو خواهیم داشت که عملا تو همین فضای مجازی کاندیداها میتونن حرف بزنن، تبلیغ کنن در تلویزیون، و این خودش یه وضعیت. و باز دوباره اگر انتخابات بخواد که شکل قبل برگزار بشه، ممکنه موج پنجم کرونا رو درست بکنه در ایران. خب بالاخره قرار بشه صفهای مردم برن، فاصله ها رعایت نشه، این دوباره خودش تشدید میکنه این بیماری رو. این نکاتی بود که به نظرم رسید که در بحث دوستان بهش توجه بکنن. و البته به هر صورت در دنیا این هم قابل پذیرش هست که در شرایط کرونایی میزان مشارکت بگه ام به یه تلا حدی بالاخره کم بشه. بسیار سپاسگزارم. آقای بسندی شما نکته جدیدی دارید که ارائه بفرمایید؟ نه خیر، من شنوندم اگر اجازه بدید. خیلی ممنون. امیدواریم بعدا از نظر تکنیک شما استفاده کنیم. آقای فرهاد لطفا میکروفونتون رو ببندید، من نمیتونم میکروفون شما رو ببندم. آقای امید بفرمایید، گوش میکنیم. من سلام عرض میکنم خدمت دوستان که در این روم هستن و شب بخیر دارم خدمتشون. ببینید ما اگه فکر بکنیم که آقای خامنه‌ای و سران مملکت برنامه ریزی برای برنامه انتخابات نکردن، فکر میکنم یه مقدار اشتباه هستش. اتفاقا همین سکوتی که در تمام رکنهای نظام دیده میشه، خودش بیانگر این هستش که یک برنامه پشت این برنامه انتخابات هست، یک برنامه ریزی شده. همینطور که میدید مثلا آقای حسن خمینی چند روز پیش آقای خامنه‌ای رفته و ایشون منع کرده از در واقع مشارکت در انتخابات و کاندید شدن. یا به عنوان مثال آقای خرازی امروز گفته که من جای آقای روحانی بودم دست آقای خاتمی رو میگرفتم و با ایشون به حضور آقای خامنه‌ای میرفتم. من اگه بخوام یک جنبندی بکنم، بحثم این هستش که من فکر میکنم برای بحث انتخابات برنامه ریزی شده. برنامه ریزی که به نظر من شده اینه که ما یک انتخاب کاملا دو قطبی داریم، یعنی اینا سعی میکنن یک فرد نظامی و سپاهی بسیار افراطی رو بیارن و سپس مثلا نفر دوم که بتونن فریبش بدن از جناح اصلاح طلب،
این یا آقای خاتمی باشه یا آقای یکی از دوستان دیگه باشه که اصلاح طلب هستش. و من فکر میکنم انتخابات به صورت دیجیتال برگزار بشه، یعنی بگن که مثلا وزارت کشور یک سامانه رو دیده و دوستان میتونن با وارد کردن کد ملی، چون کرونا هست و به قول دوستان کرونا الان یک نعمت شده برای دوستان، چون کرونا هست، چون صفها باعث احتمال داره کرونا بشه، انتخابات به صورت دیجیتالی و کامپیوتری شما میتونید به سامانه وزارت کشور مراجعه کنید، کد ملیتون رو وارد کنید و رای بدید. بعد در انتها میگن بله ما 60 میلیون انتخابات شرکت کردن و به عنوان مثال حالا اون برنامه که ریختن آقای خاتمی یا اون فرد نظامی انتخاب شد. حالا ما چجوری میتونیم ثابت کنیم چند نفر در انتخاب شرکت کردن یا چند نفر به آقای ایکس یا آقای ایگرگ رای دادن؟ من تصورم اینه که این دوستان از این موضوع کرونا استفاده میکنن و یک در واقع منت هم سر مردم ایران میگذارن که بله ما به خاطر کرونا راضی نیستیم شما اصلا در صفحه انتخابات باشید، اصلا برای ما این موضوع اهمیت نداره، شما برید توی سامانه انتخابات و در واقع این کار رو انجام بدید، مثل خیلی از مسائل دیگه که توسط دیجیتال و کامپیوتر انجام میشه. من تشکر میکنم و استفاده میکنم نظرات دوستان، خیلی ممنون. من یه نکته کوچیکی دارم چون دوستان میخواستم در موردم نظر بدن. این که آیا این امکان رو میبینن در ایام انتخابات پولی توزیع بشه در جامعه، یعنی هدایا هدفمند از توی همین جریان هایی که به حد سخت قدرت نزدیکن امکانات دارن یه نوعی رای بخرن در یک سری مناطق محروم جامعه، یا یک تا حال مبالغی که در جایی داشتن یه دفعه بیارن و بریزن و یک گشایش های مقطعی درست بکنن؟ چون به حال مسئله پول کثیف در انتخابات ها مسئله ای هست که از دهه 90 مطرح شده. سپاسگزارم از نکته شما. من برای یه نکته هم بگم، از نظر قانونی این دیجیتال شدن انتخابات باید با یک طرح سفوریتی یا مصوبه از طرف شورای عالی بررسی وضعیت کرونا در کشور و شورای امنیت ملی در واقع هم مطرح بشه و به این صورت، یعنی در حالت عادی اینم باز قانونی نیستش. برای خصوص هم تا به این لحظه رد کرده، هم وزارت کشور هم شورای نگهبان اونو رد کرده، رنگ دادن اینترنتی رو رد کرده. سپاسگزارم از نکته که گفته شدید. آقای عبیب جوابی که شاید به ذهنم در صحبت آقای افشار میرسه، وقتی که یه سیستم میتونه هر چقدر رای دوست داشته باشه اعلام بکنه، چرا به خودی پول خرج بکنه؟ خب پول میبرن آمریکا خرج میکنن، به یه زخم دیگه ایشون میزنن. اگر هم بخوان این کار بکنن شاید برای فیلم برداری جای متمرکزی بشه، ولی دور از ذهن نیست. جان بولتون یه موقعی حرف خوبی میزد، میگفتش از این ساختمون 34 طبقه سازمان ملل متحد توی نیویورک اگر فقط 5 طبقه‌ش هم بمونه کافیه، یعنی عملا وجود سازمان ملل متحد اون کارهایی که باید داشته باشه نداره. و اینکه ما بخوایم بریم سازمان‌های بین‌المللی رو مطلع بکنیم در مورد عدم وجود رأی‌گیری صحیح در ایران یا زدن واکسن هنگام رأی‌گیری، به نظر من فایده‌ای نداره. استالین میگه که مهم نیستش که چی رأی میده، مهم اینه که کی رأی رو میشماره. و فکر می‌کنم که آقایون در ایران با این مدار کار میکنن. ببینید هر جایی از دنیا اگر بخواد یک نفر کاندید بشه، اولا این کاندیدا چند ماه قبل از انتخابات معرفی میشه، حالا حزب یا شخصیه، بعد اون یه برنامه‌های انتخاباتی میده. تو این برنامه‌های انتخاباتی چارچوبایی رو مشخص میکنه که شاید با رقیبش همخونی نداشته باشه. سعی میکنه هر کسی طرفدارای خودش رو بر اساس این برنامه انتخاباتی جذب بکنه و ارائه این برنامه انتخاباتی نتیجتاً میتونه به انتخاب اکثریت یا اقلیت ختم بشه. اینی که تو ایران اتفاق افتاده، هیچ کدوم از این آقایون هیچ برنامه‌ای ندارن جوری که میاد. این که ما پولبری رو برمی‌داریم، این که مثلا ما نمیدونم کشاورزی رو درست میکنیم، اینا قلای سر خرمنه که هممون بارها شنیدیم و میدونیم کسایی که میخوان تو این سیستم
برحال کاندیدا بشن نه سابقه سیاسی صحیحی دارن، نه سابقه اداری صحیحی دارن، نه توانایی مدیریت دارن، نه در مورد سیاست خارجیشون. ببین شما اینا یه قرارداد فوتبال نمیتونن درست حسابی ببندن، وقت میخوام دارن مثلا یه قرارداد با همه جای دنیا ببندن، نمیدونم کانالای مالی رو ارتباطش رو برقرار بکنن. اینکه من اصلا خوشبین نیستم و فکرم نمی کنم که در اتاقشون دیگه فکری مونده باشه که بخوان بر اساس اون فکر دوباره با یه حربه مردم رو پای انتخابات بکشم. شاید فقط همه چیزی که باشه بتونم به عنوان بهانه زدن واکسن یه دی رو جذب بکنم. در نتیجه اینی که نظر شخصی خودمه، نه این هنرهی نداره. این کارهایی هم که دارن میکنن، مثلا هر چند شب یه دفعه 2-3 هزار نفر تو کلاب هاوس جمع میکنن که روز 90%شون خودشون هستن، 10% دیگه شون هم کسایی هستن که کنجکاو اینا چی میگن و خارج از این گفتگوها هیچی نمیاد، به غیر از این که یه سری از افراد خودشون از خودشون سوال میکنن بدون اینکه اجازه بدن که سوال انتقادی ازشون انجام بگیره. لذا مردم ایران چیزایی که میخوان در نهایت سلامت، آرامش، رفاه، امنیت. هیچ کدوم از این آقایون نمیان یه همچین چیزایی رو در این چارچوب به مردم ارائه بکنن که بتونن مردم رو جذب بکنن. لذا من فکر نمیکنم این تنور که از حضور شما این تنور نمیتونه باشه، این اجاق هم حتی نیستش که بتونن آقایون گرمش بکنن و فکر میکنم که این انتخابات یکی از بهترین انتخاباتی باشه که شاید آبروی آقایون به حال این کلاب هاوس در واقع شد جایگزین سفرهای انتخاباتی نمایندگان ریاست جمهوری و عملا این بحث در واقع داغ شده. اون اتاق قبلی اتاق طرفداران در واقع نظام بود یا طرفداران انتخابات بود، اینا هم که نامشون هست برنامه نظام برای گرم کردن و نمایش مشروعیت در انتخابات 1400 از سوی جمهوری سکولار دموکرات بوده. امیدواریم که در شبهای بعد مباحث دیگه ای رو دنبال کنیم. شب و روزتون خوش.